نمو نمها. درود بر دوستان عزیز، سام سروی هستم با یک برنامه ویژه درباره اعصار در یوگا. خیلی از دوستان عزیز از من پرسیده بودند که ما در چه عصری از نظر یوگی ها زندگی میکنیم و در این عصر باید چگونه رفتار بکنیم. البته در مورد این قضیه اختلاف نظر بسیار هست و بعضی معتقد هستند که ما در عصر آهن رسما زندگی میکنیم، عصر شیطانی و عصر خشن، عصر نفسانیات و شهوت ها و خشونت ها، و برخی دیگه میگویند که نه، ما از این عصر گذر کردیم و وارد عصر دیگه شدیم. اما اون چیزی رو که میتونیم به عنوان مرجع قرار بدیم متون بهاگواد گیتا است و نوشته هایی که درباره دیالوگ بین کریشنا و آرجونا در اون جنگ صورت میگیره و با توضیحاتی که شری کریشنا در اون جنگ مهابراتا توضیح میده برای آرجون، ما میتونیم نتیجه گیری کنیم که ما در عصر آهن هنوز زندگی میکنیم. اما چگونه رفتار بکنیم؟ بهتره که قبل اون من برای شما اعصار گذشته رو قبل از عصر کالی رو برای شما توضیح بدم که به این عصر میگیم کالی یوگ یا عصر آهن. قبل از این اعصار رو براتون یک توضیح کلی بدم. اولین عصری رو که بشر تجربه میکنه عصر آگاهی بوده. بشر نیازی نداشته به حرف زدن، با تلپاتی میتونسته حتی با حیوانات ارتباط برقرار بکنه و حتی میتونسته با طبیعت یکی بشه و احساس وحدانیت داشته باشه و در اوج موکشا یا همون شادی زندگی بکنه. این عصر رو عصر ست یوگ یعنی عصر طلا میگن. البته یادتون باشه بچه ها، وقتی ما میگیم یوگا سنم کرومی، یعنی دارم یوگا انجام میده، ولی وقتی داریم میگیم یوگ به معنای زبان هست. فرق بین یوگ و یوگ رو بدونید. یوگ به معنای زبان هست و یوگ با همون یوگا درست هست در مورد ورزش یوگا، اما وقتی میگیم یوگ به معنای عصر و زمان هست بیشتر. ست یوگ عصر حقیقت بود. در این عصر الهگان و در واقع میشه گفتش که نیروهای مثبت و خوب همراه بشر بودند و نیروهای شیطانی و شر هم بودند، اما در جهان خودشون بودند و هنوز این دو جهان با یکدیگر آمیخته نشده بود. مشابه این نظریه رو ما در مانی پیغمبر ایرانی داریم، در زرتشت داریم و همیشه وقتی از پیدایش میگن اون اوایل در واقع میشه گفتش که بقای بشر رو بر روی کره زمین و بر داخل این کیهان رو زمانی میدونن که این دو اصلا جدا هستن. یعنی ما میتونیم بگیم که آسورا لوک یعنی اون جایگاه آسوراهای ارواح گرسنه و منوشاها لوک یا جایگاه بشر از هم دیگه جدا هستند و این دوتا با هم دیگه قاطی نمیشن و هر کس به خودش است. در عکس ها میبینیم که چشمکشی اتفاق میفته اینجا و اونها سعی میکنن وارد در واقع سیاره ما یا وارد طبقه ما بشن و این اتفاق میفته در عصر بعدی که اصطلاحا به عصر بعدی میگیم تریتا یوگ یا عصر، حالا میتونیم نقره بگیریم. البته در مورد فلزاتش یه مقداری بحث است و اینکه حالا چه اسمش فلزی رو بذاریم، ولی خب عصر بعدی عصری هستش که بهش میگیم تریتا یوگ، که در این عصر بد و خوب هر دو در یک جهان در کنار هم قرار میگیرن. عصر ساتیالوک یا ساتلوک یک عصر افسانه‌ای بود، درست مثل همون فیلم آواتار که اون تو اون سیاره دارن زندگی میکنن و در ضمن اون رنگ آبی بدن اونها دقیقا نمایانگره و الهام گرفته از خدایان هند باستان هستش، از شیوا و ویشنو و کریشنا، و دارن در اوج آرامش زندگی میکنن تا اینکه سرکله زمینی ها پیدا میشه و از یک دنیای شیطانی اونها نفوذ میکنن به اون سیاره. فیلم آواتار رو حتما ببینید، خصوصا آواتار جدید، خیلی توش نکته های زیادی داره و حتما از یوگا ایده گرفته خصوصا کارگردان. اما وقتی که عصر بعد اتفاق میفته تریتا یوگ، در اینجا بد و خوب در یک جهان در کنار هم قرار میگیرن و نفوذ میکنن داخل هم. در افسانه های هند ما افسانه رام یا رامایانا، در رامایانا پورانه ها که شاهنامه، مثل شاهنامه فردوسی در مورد زندگی رام صحبت میکنه، یکی از شاهان بزرگ هند، اونجا میبینیم که برای اولین بار اون شیطان یا راوانا در کنار رام ظاهر میشه، زن او رو میدزده. برای اولین بار هستش که
بد و خوب در کنار هم زندگی میکنن و داستانایی که حالا اون رامایانا داره که باید بخونین حتما به زبان سانسکریت، خصوصا خیلی لذت داره. اما بعد از این عصر نوبت میرسه به عصر دواپارا. دواپارا یوگ عصری هستش که دیگه در یک خانواده بد و خوب در کنار هم قرار میگیرن، که دقیقا عصر جنگ مهابراتایی که کریشنا در اون شرکت داره همون عصر هست که مجبور با خانواده خودش، آروجان مجبور با پسر عموهای خودش، با گروه های خودش، با اساتید خودش در جبهه جنگ حق علیه باطل روبرو بشه و اصلا داستان یوگا و داستان های در واقع میشه گفتش که پورانا ها بیشتر نقطه عطفشون در جنگ مهابراتا هستش و در کتاب بھاگواد گیتا در قالب گفتگوی بین کریشنا که آواتاریست، خدامردیست، یعنی خداییست در قالب یک بشر، در اون جنگ در کنار آروجان قرار میگیره و به اون میگه که تو مجبور هستی که بجنگی و با جنگ شروع میشه، که اون کتاب هم خوندن داره و میتونید حتما اون رو تهیه بکنید و در بازار خودمون هم هست ترجمه شدش و بسیار زیبا و جالبه و همه از سمبول های مختلف استفاده شده توش و خیلی لذت بخش خوندن اون. و اینجا نشون میده که در یک خانواده چگونه فتنه ایجاد میشه، در یک جامعه چگونه فتنه ایجاد میشه و بد و خوب در یک خانواده ظاهر میشن. پس اون دنیای اول کلن جهان دیوالوک با جهان انسانی اصلا جدا بودن و در جهان بعدی میبینیم که این دوتا در کنار هم قرار میگیرن و در جهان بعد یا عصر بعد یا یوگ بعد میبینیم که متاسفانه در یک خانواده در کنار هم قرار میگیرن. و اما این شروعی است برای کالی یوگ یا عصر کالی یا همون عصر آهن که حتما در بسیاری از جاها شنیدید و این عصر بسیار ویژه‌ای هستش که شاید نزدیک به از نظر هندوها نزدیک به آخر الزمان هست، یا از نظر کسانی که در آیین واجرایانا هستند زمانی هستش که دیگه مایتریا یا همون ناجی دیگه باید ظهور بکنه و همه رو نجات بده از این قضیه و به گونه آخر الزمان یا آرماگدون است. چرا؟ چون در این عصر خوب و بد، اهریمن و اهورا، هر دو در وجود یک شخص در کنار هم قرار می گیرن و بزرگترین فریبی که عصر آهن یا کالی یوگ داره این هستش که هم شیطان در اون شما ظهور می کنه و هم فرشته در دهون شما ظهور می کنه و هر دو در کنار هم دیگه قرار دارن. عصر نفسانیاته، این عصر عصرش که دیگه ظواهر مهم هستند. کسی که چشم و ابروش خوشگلتر باشه براش بیشتر سر دست میشکنن، کسی که ماشین مدل بالاتری داشته باشه به سر گردنش طلا آویزون باشه براش بیشتر سر گردن، بیشتر تر سر گردن میشکنن. عصری که دیگه من نمیخوام برای شما توضیح بدم، عصر ازدواج های سپید، عصر خیانت های زوجین به یک دیگر، عصر خیانت های برادر به برادر، خواهر به برادر، عصر نقشه قتل برادر رو کشیدن، عصر خفه کردن کودک خودت، عصر کشت و کشتار، عصر قتل و غارت و عصری که ما داریم توش زندگی میکنیم عصر کالیوگ هست. اما آیا این اعصار که در طول تاریخ ما اونا رو بررسی میکنیم به عنوان یک سیکل که ما به اون میگیم در واقع کارما چاکرا، یعنی اون چرخه کارماست که باعث میشه این اتفاق بیفته و در نهایت هم برای تکامل روح هستن همه اینها، چون همه اینها دارن در سمساره در واقع شکل میگیرن و داخل سمساره هستند. اما این در واقع میشه گفتش که کارما چاکرا اگر ما میخواییم به دارما چاکرا درش بیاریم، یعنی میتونیم ما با چرخه درونی خودمون رو با چرخه بیرونی متفاوت کنیم، یعنی اگر بیرون عصر کالی هستش ما در درون خودمون عصر سات یا ساتیا رو، حقیقت رو یا عصر طلا رو درون خودمون درست بکنیم با تمرینات یوگا، یوگا سنام کارومی.
باید یوگا بکنید، مراقبه بکنید، مدیتیشن بکنید تا جهان درون شما، سیکل جهان درون شما، چرخه کارمیک درون شما به یک چرخه تارمیک تبدیل بشه، یک چرخه منظم، یک چرخه الهی، و چرخه درون خودمون رو به چرخه طلا تبدیل بکنیم، فارغ از اینکه در چه عصر زندگی میکنیم، عصر نقره است، عصر برنزه یا عصر آهنه. هر عصری میتونه بیرون باشه، اما درون یک یوگی باید همیشه سعی بر این باشه که عصر طلا اتفاق بیفته. گرچه ما میبینیم کریشنا هم وقتی در اون جنگ ظاهر میشه به عنوان یک آواتار و خدا مرد، از نظر هندوها ناگزیر او رو به سمت نبرد با بدی هدایت میکنه آروجان رو، و این نبرد درون ما هم وجود داره. در واقع ما حالا خودمون در فرهنگ خودمون میگیم ما یک جهاد اکبر داریم، یک جهاد اصغر داریم. جهاد اکبر در صوفیه میگویند که مبارزه با اون منیتیه که درون توه، وگرنه جنگیدن و زدن و اینجور چیزا که خیلی راحت ما بیرون خودمون انجام بدیم، درون خودمون اون جنگ اصلی داره اتفاق میفته و اون در واقع مهابراتای اصلی و اون جنگ اصلی درون ماست، و اینجاست که ما میتونیم فائق و پیروز بشیم. امیدوار هستم که همیشه در آگاهی سطح ست یا ستیا یا حقیقت یا طلا یا اشراق قرار داشته باشید، و اگر حداقل نمیتونید همیشه خودتون رو در زندگی روزمره توی این سطح نگه دارید، لحظاتی رو به مراقبه بپردازید و تمرین کنید. خیلی خوشحال شدم از اینکه این فرصت بهم دست داد که با شما عزیزان صحبت بکنم. به دلیل بدی اینترنت این روزها دوستان از من میپرسن که چرا لایو نمیذاری. اصلا آپشن لایو ندارم که بذارم و نمیشه بذارم، و اگرم بذارم وسط کار قطع میشه و خیلی سخته، و میدونم این فیلم رو هم آپلود کردن حتما همین الان که دارم ضبط میکنم شاید تا فردا صبح طول بکشه و بارها باید ما خاموش روشن بکنیم. امیدوارم که این مسائل و مشکلات هم حل بشه، ما بتونیم راحت‌تر با بچه‌ها صحبت بکنیم. و خیلی ممنون هستم از همه شما که بستای آموزشی من رو، داوا ناوی رو، با تانترا رو خریداری میکنید و خریداری کردید، و این روزها واقعا میچسبه در این عصر کالی یوگا که بشریت داره توش زندگی میکنه، عصر کاپیتالیسم و سرمایه داری و عصر عجیب و غریبی که ما توش هستیم. به نظر من بد نیست اگر ما به یوگا بپردازیم و در واقع چیزهایی رو دور بر خودمون جمع بکنیم که به ما یادآوری بکنه که ما باید گاهی به درون خودمون مراجعه بکنیم و به آرامش برسیم. بستای آموزشی من رو خریداری بکنید، از طریق واتساپ میتونید پیام بذارید، همچنین کتابایی که من دارم که باز خیلی از نکات رو توی اون من توضیح دادم میتونید خریداری بکنید، و همچنین از کلاس هم میتونید اطلاع پیدا کنید. و متاسفانه من نمیتونم اصلا تلفن جواب بدم، فقط پیامک بگذارید یا در واتساپ یا در دایرکت، ترجیحاً در واتساپ تا بتونم انشاءالله به شما جواب بدم. دوستتون دارم، شما رو به ایزد مندان میسپارم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. برکت باشد.